پسری که بعد از 30 سال به هتلی برمیگرده که باعث کابوس‌های شبانه‌شن. گلاسیا سلام. امروز من با هم دیگه فیلم دکتر اسلیپ رو ببینیم که در ادامه فیلم شاینینگ ساخته شده. شاینینگ یکی از بهترین فیلم‌های ترسناک بود که دیروزم توی کانال قرار دادم، لینکش رو این بالا می‌ذارم. حتما اون رو ببینید که داستان رو کامل درک بکنید. اگرم حوصله‌اش رو ندارید می‌تونید این فیلمو همینطوری تماشا کنید. من یه جاهایش توضیحاتی دادم که نیازی نیست قسمت قبلی رو هم دیده باشید. بریم با هم ببینیمش. حواستون به اسپویل کامل صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم دختری به اسم وایولت میبینیم که لب دریاچه وایساده و یه رفعی زنی به اسم روز میاد سمتش. کلاهی رو سمت وایولت میگیره که از توش شاخ گل یاد میاره و همین لحظه آدمهای مختلفی میبینه که دارن به طرفش میان. یه رفعی روز دست دختر رو میگیره و بقیه هم با سرعت میان سمتش و میریم به سکانسی از فیلم قبلی، یعنی شاینینگ. پسر کوچیکمون یعنی دنی داره با سه‌چرخش بازی میکنه که دوباره به اتاق 237 میرسه. در باز میشه و همون زن وحشتناکی که قبلا هم دیده بودیم سمتش میاد و دنی چشماشو باز میکنه و میفهمیم یه کابوس بود. دستشویی داره و وقتی در اینجا رو باز میکنه توی وان حمومشون همون زن وحشتناکو میبینه. یه دفعه مادرش وندی میاد سمتش و اونو در آغوش میگیره و حالا میفهمیم مدت‌ها از فیلم قبلی گذشته و از اون موقع هم دنی اصلا نمیتونه صحبت بکنه از بس که ترسیده. روز دیگه ایرستو میبینیم که دنی رو نیمکتی نشسته و سرآشپز هتل اوول که تو فیلم قبلی دیدیم میاد طرفش رو میشینه. این سرآشپز که میدونیم یه روحه به دنی میگه که تو از قدرت شاینینگت باید دوباره استفاده بکنی، قدرتی که میتونستی با ارواح ارتباط بگیری و خیلی وقت سرکوبش کردی، ولی به خاطر اتفاقاتی که افتاده میترسی، اما میتونی با استفاده از قدرت شاینینگ این اتفاقات رو تمومشون بکنی. تو باید یاد بگیری به روحها حمله کنی و یه جعبه رو بهش میده. میگه باید یه همچین جعبه‌ای توی ذهن خودت بسازی و روحها رو توی اون حبس بکنی، اینطوری دیگه نمیتونن بهت آزاری برسونن. اینم میگه که یه سری موجودات روی زمین هستن که از آدم‌های با قدرت شاینینگ تغذیه میکنن، برای همینم هم هر باری که این قدرتت استفاده بکنی یه خطری برای اونا محسوب میشی و ممکنه یه روز بیان سراغت، اما این نباید جلوتو بگیره و ازش همیشه بترسی. لحظاتی بعد وندی که دنبال دنی میگشه پیداش میکنه، اونو در آغوش میگیره و میبینیم که پشت سرش هم یه پوستری از گم شدن وایولت، دختری که اول فیلم دیدیم، نصب شده. شب که میرسه دنی از خواب بیدار میشه و دوباره توی حمومشون همون زن وحشتناک رو میبینه. منتها این بار نمیترسه، میره داخل، درو قفل میکنه و میبینیم که توی ذهنش یه جعبه خیلی بزرگ ساخته و انگار این زن رو توش حبس میکنتش. بعدم توی واقعیت میره پیش مادرش میشینه و بالاخره بعد مدت ها باهاش صحبت میکنه. حالا میریم به چندین سال بعد که دنی یه پسر جوان شده و کنار دختری از خواب بیدار میشه. مشخص شرایط زندگیش عوض شده و اونقدر هم پسر خوبی نیست، چون از کیف این زن هرچی پول داره رو میپیچونه و وقتی که پسر این زن بیدار میشه اونو میذاره کنار مادرش روی تخت. دوباره روح سرآشپز کنار خودش میبینه که بهش میگه این کارت اشتباهه، باعث میشه به خودش بیاد و پول سر جای خودش بذاره و خونه بره بیرون. حالا میریم به طرف دیگه ای از شهر و با دختری به اسم اندی آشنا میشیم که با یه پسر قرار دارن و اومدن توی سینما. وقتی کنار هم نشستن پشت سرشون هم مردی به اسم کرودادی و دختری به اسم روز قرار دارن. اندی به مردی که با خودش به سینما آورده میگه بخواب و مرد درد چشماش رو میبنده، انگار هیپنوتیزم میشه. بعدم به مرد میگه که اینم جریمه کارهای وحشتناکی که با دخترو انجام میدی، لوازمش هم میدوزه و از سینما میاد بیرون. کرودادی و روزم دنبالش میان و اندی که متوجه میشه به کرودادی میگه سر جات وایسا. کرودادی هم انگار هیپنوتیزم میشه و همین کارو انجام میده، ولی وقتی روز میاد جلو هرچی اندی بهش دستور میده کاری انجام بده انگار قدرتش روی اون تأثیری نداره. مشخصه که روز از قدرت اندی خوشش اومده و انگار میخواد باهاش کارهایی انجام بده. با این دو تا شخصیت هم بعدن بیشتر آشنا میشیم و حالا میریم به طرف دیگه شهر و یه دختر دیگه به اسم ابرا رو میبینیم. ابرا تو جشنی و وقتی کارهای شعبده باز رو میبینه به پدر و مادرش میگه منم از اینا بلدم. وقتی به خونه میان پدر و مادر با وحشت میبینن که تمام قاشق و چنگال ها انگاری به سقف چسبیدن. یه رفعه برمیگردن و با ترس دخترش رو نگاه میکنن که همین لحظه تمام قاشق ها میافتن. برمیگردیم پیش اندی، چشماشو که باز میکنه به تختی بسته شده و توی اتاقی که روز میاد سمتش. خیلی وحشت زده است و روز بهش میگه که تو از همه کسایی که شبیهتن قوی تر بودی و خیلی سخت بود، ولی موفق شدن. اندی سعی میکنه از قدرت هیپنوتیزمش استفاده کنه که روی روز هیچ تأثیری نداره، ولی روز بهش میگه که یه حقیقت در مورد من بگو. اندی که حالا انگاری خودش هیپنوتیزم شده میگه تو خوشگل ترین دختری هست که توی زندگی میبینم. روزم با لبخند میگه سعی میکنم غذاهای خوب بخورم که همیشه جوون بمونم. برمیگردیم پیش شخصیت اصلیمون، یعنی دنی. انگاری به شهر جدیدی اومده و با مردی به اسم بیلی آشنا میشه که وقتی ازش میپرسه اینجا چیکار میکنی، دنی میگه که دارم سعی میکنم خودم رو پیدا کنم.
کنم. بیلی که انگار خیلی مرد مهربونی هم هست، به دنی کمک میکنه که توی شهر مستقر بشه و حتی توی آپارتمان خودش یه اتاق برای این مرد میگیره. دنی هنوز باورش نمیشه که یه نفر انقدر مهربون باشه و میگه چرا کمکم میکنی؟ و بیلی هم میگه من بعضی وقتا حس میکنم یه آدمهای خیلی خوبن و سعی میکنم تا جایی که میتونم کمکشون کنم. دوباره برمیگردیم پیش اندی. حالا شب شده و روز اونو میاره کنار دریا و یه سری آدم دیگه هم میان سمتش. مردی که اونو بابا بزرگ صدا میکنه، انگار رئیس همشون هم هست، بهش میگه که ما یه گروهیم به اسم تورونات، یه فرقه خیلی بزرگ که آدمهای منتخبی هستیم و دنیا یه روز قراره برای ما بشه. بعد به اندی میگه که حالا حاضری که جونت رو با ما یکی بکنی و بهمون کمک کنی. اندی هم که فکر میکنه همه چیز یه شوخی یا چیز خیلی عادیه قبول میکنه و همین لحظه روز و چند نفر دیگه اونو روی زمین میخوابونن. روز دستگاهی رو از کیفش در میاره و اینو وایولت صدا میکنه، اسم همون دختری که اول فیلم دیدیم. دستگاه رو باز میکنه و چند تا جمله به زبون میاره که یه رفیق انگار روح اندی از دهنش خارج میشه و میره داخل این دستگاه. لحظاتی بعد فریاد میکشه و چشماش برق میزنه. همین لحظه دنی از خواب میپره و کنار خودش زنی رو میبینه که چند وقت پیش باهاش خوابیده بود. زن با چشمای سفید فریاد میزنه که هیچ کس نتونسته منو پسرمو پیدا بکنه و دنی که پسر رو میبینه فریادی میکشه و میپره عقب. انگار همه اینا توهمش بودن و نگاه دنی به بطری مشروب میخوره و میفهمه که مست کرده. چیزی که انگار مدت‌ها زندگیشو تحت تاثیر قرار داده و اصلا حالش خوب نیست. این دفعه به خودش میاد. سری میره پیش بیلی که طبقه پایین زندگی میکنه و بهش میگه که من نیاز به کمک دارم تا بتونم الکلو کلا کنار بذارم. بیلی مهربونم تصمیم میگیره کمکش کنه و اونو به جلسه AA میبره تا بتونه ترک کنه. بعد جلسه نگاه دنی به دکتری که مسئول اینجاست میفته که داره مچ دستشو حرکت میده و انگاری متوجه میشه که این مرد یه ساعتی داشته و الان گمش کرده. خیلی سری با قدرت خودش متوجه میشه که این مرد چند لحظه پیش کجا بود و میره توی دستشویی و ساعتشو پیدا میکنه و تحویل دکتر میده. اونم خیلی خوشحال میشه، برای قدردانی به دنی پیشنهاد میده که بیاد اینجا به عنوان نظافت چی کار بکنه. لحظه ای هم برمیگردیم پیش روز. اندی چشماشو باز میکنه و ترسیده و سر روز فریاد میکشه که حس کردم دارم جونمو از دست میدم، خیلی درد داشتم. روز میگه خب حست واقعی بود دیگه و اندی شوکه میشه، میگه یعنی الان من زنده نیستم؟ روزم میگه به نظرت برای کی مهمه که اصلا تو زنده باشی یا مرده؟ برمیگردیم پیش دنی که مشغول به کار شده. اینجا یه آسایشگاه و وقتی داره تمیزکاری میکنه گربه رو میبینه که میره توی یکی از اتاقها. سری میده که گربه رو بیرون کنه و میبینه پیرمردی روی تخت خوابیده. به پیرمرد میگه گربه کجا رفت؟ بنازمش بیرون. و پیرمرد به آرومی میگه که نگران نباش، این گربه اسمش ازرائیله، تو اینجا هر باری که وارد یه اتاقی میشه یعنی طرف وقتش رسیده و به زودی جونش رو از دست میده. الان هم وقت من. دنی نگران شده رو کنارش میشینه و دلدارش میگه که نگران نباش، اگه واقعا هم اتفاقی بیفته هیچ دردی نداره، شبیه خوابیدن. پیرمردم به دنی میگه که تو از این بعد اسم دکتر اسلیپه، یعنی دکتر خواب. کم کم ترس پیرمرد زیاد شده و دنی با استفاده از قدرت‌هاش وارد ذهن این مرد میشه و آرومش میکنه و سعی میکنه که چیزهای خوبو نشونش بده. اونم با لبخند در آخر جونش رو از دست میده. شب که دنی به خونه میاد متوجه میشه که روی دیوارش کلمه سلام نقش بسته. یه تیکه گچ برمی‌داره و کنار اون جواب سلامو مینویسه و می‌بینیم که ابرا توی اتاقش اون می‌خنده. مشخصه این دختر بوده که با قدرتش اون کلمه رو نوشته بوده. مدت‌های دیگه هم می‌گذره و دنی بالاخره کاملا ترک می‌کنه و توی سخنرانی خدافظیش اشاره می‌کنه که من می‌ترسیدم شبیه پدرم جک بشم. پدرم جک توی هتل به خاطر مشروب زیادی که خورده بود رد داد و بدترین کارها رو انجام داد. هیچ وقت نمی‌خواستم که جاپای اون بذارم. می‌فهمیم توی سر کارش هم دیگه همه بیمارها می‌شناسنش. هر باری گربه‌ای که اسمش اسرائیل بود به اتاق میره، دنی هم میره اونجا و سعی می‌کنه که اون طرف رو آرومش کنه تا بدون ترسونش رو از دست بده. همه هم دیگه اونو به اسم دکتر اسلیپ می‌شناسن. وقتی هم که میاد خونه می‌بینیم همچنان با ابرا از روی دیوار صحبت می‌کنن با اینکه همدیگه رو ندیدن. این بار ابرا نوشته صبح بخیر و دنی هم جواب میده که مدرسه یادت نره. معلومه چندین سالم گذشته که ابرا الان بزرگتر شده. دوباره میریم پیش روز. کنار کرودادیه و با اینکه مدت‌ها گذشته هنوز قیافه‌هاشون همونطوریه و هیچ تغییری نکرده، انگاری اصلا پیر نشدن. از صحبتاشون حالا متوجه قدرت اصلی این فرقه تورونات میشیم. اینا دنبال افراد میرن که قدرت شاینینگ دارن، کسایی مثل دنی یا ابرا. اندی هم که قبل تر دیدیم از همین قدرت رو داشته. شاینینگ اینطوریه که تو هر آدمی به یه شکل ظاهر میشه، یکی میتونه ذهن بقیه رو بخونه، یکی میتونه تلپورت بکنه و هر کسی خلاصه یه کاری انجام میده. کرودادی به روز میگه جدیداً قدرت آدمهایی که میاریم و روحشون رو میگیریم خیلی ضعیف و کم شده، انگاری تکنولوژی و اینترنت که باعث شده قدرت شاینینگ این آدما انقدر کاهش پیدا کنه. بعدم تصمیم میگیرن روح یکی دیگه کسایی که دزدیدن رو هم استفاده بکنن، چون روح قبلی که خوردن اصلا بهشون قدرت نداده. پسریا در حال بازی بیسبال میبینیم که قربانی بعدی این فرقه است و بعد از اینکه بازیش تموم میشه میدوزنش و اونو به یه جای دور افتاده میاره. روز به این پسر میگه که بیشتر بترس، چون ترس و درد باعث میشن که روح تو خالص‌تر و خوشمزه‌تر بشه. بعدم ضربه به این پسر میزنه که لحظاتی بعد روحش از دهنش بیرون میاد و روز میگیرتش و شروع به بوسیدن بقیه اعضای فرقه میکنه که انگار اونو بین خودشون تقسیم میکنن. این روحایی که از قدرت شاینینگ میدوزن باعث
میشه که اونا جوون بمونن و هر کدومشون الان هزاران سال سن دارن. همین لحظه ابرا یه رفعه خواب میپره و انگاری درد این پسر رو داره حس میکنه. یه رفعه داد میزنه که بس کن و انگاری که این جمله رو حتی روزم میشنوه. لحظه متوقف میشه اما یه رفعه به خودش میاد و حالا کار پسر رو کلا تموم میکنه. چیزی که باعث فریاد کشیدن و گریه ابرا میشه و همزمان با فریاد اون دنی هم از خواب میپره. دیوار اتاقش هم ترک میخوره و تخت میلرزه و روی دیوار کلمه ردرام رو میبینه. کلمه‌ای که تو قسمت قبلی دیدیم اگه برعکس بخونیش یعنی جون کسی رو گرفتن. دنی میدوه سمت دیوار رو با گچ مینویسه کی و ابرا هم با قدرتش مینویسه که پسر بیسبالی. برمیگردیم پیش روز. بعد اینکه باقی مونده روح این پسر رو توی دستگاه خودش میذاره به کرودادی میگه که یه لحظه یه قدرت خیلی عجیبو حس کردم، انگار یه نفر شاینینگش خیلی قویه و باید یه جوری اونو پیداش کنیم. صبح میشه و برمیگردیم پیش ابرا که موقع صبحانه مادرش میپرسه اون قدرتایی که یه وقتایی میگفتی داری چی شد و ابرا هم خیلی ساده میگه که دیگه هیچ کدومش اینو ندارم. البته که این دروغه چون وقتی تو مدرسه است میبینی میتونه ذهن همه افراد همکلاسیش رو بخونه. وقتی هم تنها میشه تو اینترنت دنبال افراد گم شده میگرده و خیلی سریع با پسری که تو زمین بیسبال گم شده آشنا میشه و میفهمه اسم اون تروره. وقتی که به خونه میاد با قدرتش موفق میشه لحظه گم شدن ترور رو به یاد بیاره و یه لحظه قیافه روز رو میبینه. حالا دوباره با همین قدرتش میتونه روز رو پیدا بکنه و همین لحظه میره توی چشم اون و انگاری وارد بدن اون میشه. البته که روز هم متوجه این قضیه میشه و خیلی سریع با قدرتش به صورت برعکس این کارو انجام میده و خودش میاد تو بدن ابرا. ابرا هم که اینو میفهمه فرگادی میکشه و همین لحظه روز رو بدن خودش خارج میکنه. روز هم خیلی سریع میره پیش اعضای فرقش و به کرودادی میگه که چه اتفاقی افتاده و قدرت ابرا خیلی بالاست. کرودادی میگه که اگه واقعا انقدر قویه باید اون عضوی از گروه خودمون بکنیم جای اینکه بخوایم روحش رو بگیریم. البته که روز میگه اون خیلی قدرتش بالاست و خطرناکه بخوایم باهاش همکاری بکنیم. روز دیگه میرسه و این بار ابرا به جای مدرسه اتوبوس دیگه ای رو سوار میشه و به دیدن دنی میره. دنی از دیدنش شوکه میشه اما ابرا میگه که کارم خیلی واجب بود. بعدم توضیح میده چه اتفاقی افتاده و بهش میگه که این گروهی که دیدم به نظرم دنبال آدمهایی با قدرت شاینی میگردن. تلورم همچین قدرتی رو داشت که تونستم یه لحظه ببینمش. البته که اونا روحش رو گرفتن. بیا فقط با هم بریم جسم اون رو پیدا بکنیم و بیاریم برای خانواده‌اش تا بتونن اون رو به خاک بسپرنش تا بتونه حداقل به آرامش برسه. البته که دنی حاضر نیست این کارو انجام بده و بهش میگه نباید از قدرت شاینینگت استفاده بکنی چون اونا همین طریق میتونن پیدات بکنن و خیلی زود ببینی که میان سراغت. شب شده و دنی سر کاری که متوجه سایه گوشه اتاق میشه. خیلی سری خودش رو آماده میکنه و ببینیم توی ذهنش صدها جعبه همونطوری قرار داره، انگاری بارها روحها رو این تو زندانی کرده. آماده مقابله با این روح جدیدی که متوجه میشه سراشپز همون هتل. سراشپز به دنی میگه که باید مراقب ابرا باشی. اون فرقه پیداش کردن و خیلی زود قراره بیان سراغ. در همین حال هم روز رو میبینیم که یه گوشه میشینه و چشماشو میبنده و روح خودش رو آزاد میکنه. شروع به گشتن دنبال ابرا میکنه و خیلی زود به خونه اون میرسه. وقتی وارد اتاقش میشه کلی کشو میبینه که انگاری روحها یا خاطرات این دختر همشون توی اینجا هن. یکیشون رو باز میکنه که سرکی بکشه و یه رفعه کشو بسته میشه و دستشون لاک گیر میکنه. میفهمیم این تلهی بوده که ابرا براش گذاشته و با لبخندی میاد طرفش. حالا سعی میکنه روز توی یکی از کشوهاش بندازه که روز موفق میشه ازش فرار کنه و توی واقعیت چشماشو باز میکنه. یکی از اعضای فرقه هم میاد همینجا و به روز میگه که سری بیا، حالا با بزرگمون خوب نیست و داره جونشو از دست میده. ابرا هم با قدرتش به دنی وصل میشه و بهش خبر میده که روز اومده بود و اینجا میخواسته ببرتش. دنی هم میفهمه که مجبوره به این دختر کمک کنه و میگه فردا باید همو ببینیم. برمیگردیم پیش روز و حالا میفهمیم اندی همون دختری که قبل تر آورده بودنش واقعا انگاری زنده است و هنوز کنارشون مونده. خیلی هم ترس دو به روز میگه اگه با بزرگمون داره جونشو از دست میده پس چرا میگفتی که ما نامیراییم و هیچ وقت به این نمیریم. روز هم میگه ما تا وقتی که بتونیم از روح افرادی که شاینینگ دارن تغذیه کنیم نامیرا میمونیم. البته که به با بزرگمون نتونستیم قدرت زیاد برسونیم و الان داره کارش تموم میشه و همین اتفاق هم لحظاتی بعد میفته. دنیا میبینیم که ساعتی بعد میره دم خونه بیلی یعنی همسایه طبقه پایینیش و بهش میگه که باید کمکم بکنی و بهم اعتماد کن، باور کن برای نجات یه آدمه. بیلی هم بدون سوالی قبول میکنه و دوتایی سوار ماشین میشن و میبینیم که ابرا هم با قدرتش اومده پشت ماشین و فقط دنی میتونه ببینتش، یعنی خود واقعیش تو خونه شونه. دنی از ابرا میپرسه چطوری تونستی وارد ذهن روز بشی و اونم برای نشون دادن قدرتش وارد ذهن دنی میشه و هتل اوورلوک و جعبه هایی که توی ذهنش رو میبینه. وقتی به واقعیت برمیگرده از دنی میپرسه که اون جعبه ها چی بودن. دنی هم که دیگه قدرت این دختر قشنگ باور کرده براش توضیح میده که من قبلا یه جایی بودم که میخواستن قدرت شاینینگم رو ازم بگیرن. الان دیگه اونجا بسته شده و هیچ کسی نمیره ولی هنوز روحایی که اونجا بودن وجود دارن. از اون طرف هم فرقه تورونات بعد اتفاقی که برای بابا بزرگ افتاده تصمیم گرفتن از این شهر برن بلکه به جایی برسن که آدمای شاینینگ بیشتری پیدا بکنن. البته کرودادی به روز اجازه نمیده که همراهشون بیاد. میگه تو باعث خطر مایی. ابرا تو رو شناخته و میتونه وارد ذهنت بشه و هر لحظه ممکنه جامون لو بره. از اون طرف هم دنی بالا
بالاخره با کمک ابرا به جایی میرسه که بدن ترور رو با کمک بیلی از خاک بیرون میکشن. بیلی هم قدرت دنیا رو دیگه باور میکنه چون یه حرف راستیو داشته میزد و تونستن یه پسر گمشده رو پیدا کنن. بعدن دنی به ابرا میگه که بس دیگه از قدرت استفاده نکن، توی واقعیت برو پدر مادرت بگو مراقبت باشن و بگو چه اتفاقاتی افتاده. من و بیلی هم خیلی سریع خودمون میرسونیم اونجا تا بتونیم کمکت کنیم یه موقع اون فرقه نیان سراغت. البته صبح که به در خونه ابرا میرسن، پدر ابرا با عصبانیت میاد و اجازه ورود رو بهشون نمیده. به دنی میگه که تو ذهن دخترمون رو مصموم کردی، بهش دروغ گفتی. اما ابرا پدرش رو میاره داخل و با وارد شدن به ذهن اون بهش نشون میده که واقعا یه قدرت‌های فوق‌العاده‌ای داره، اما همچنان حاضر نیست که جون دخترش رو تو خطر بندازه و الکی برن دنبال یه فرقه که معلوم چه کارهایی انجام میدن. میخواد به پلیس زنگ بزنه اما دنی میگه که اونا هیچ کمکی بهم نمیتونن بکنن. بالاخره پدرم قانع میشه که کمکشون بکنه و بتونن کارشون رو انجام بدن. حالا ابرا دستکش بیسبال ترور رو که کنار جنازه‌اش برداشتن میذاره جلوش و دستش رو روی اون میذاره. یه جفت دیگه این دستکش دست یکی از افراد همون فرقه است و با استفاده از این میتونه محل اونا رو پیدا بکنه. البته میگه که روز بین این آدما نیست. به هر حال جاشونو میگه و میبینیم که دنی، بیلی و ابرا با ماشین به همونجا میرن. این در حالیه که روز هم با استفاده از قدرتش داره اعضای گروهش رو میبینه که یه موقع اتفاقی نیفته و متوجه ماشین این سه نفر میشه. لحظاتی بعد اعضای فرقه دارن قدم میزنن که یه رفیق اندی متوجه ابرا میشه که رو نیمکت نشسته. میره جلوتر و با قدرت هیپنوتیزم به ابرا میگه تکون نخور. خوشحاله که گیرش انداخته که یه رفیق متوجه میشه یه عروسک جلوشه. حالا میفهمیم که اصلا ابرا همراه دنی و بیلی نیومده و در واقع توی خونه شون با قدرتش خودشو اینجا داره نشون میده. اعضای فرقه شوکه شدن که دنی و بیلی از اطراف با اسلحه به سمت همشون شلیک میکنن. جونشون هم میگیرن و فقط اندیه که فرار میکنه و داخل ماشین و درو میبنده. اینم بگم که روز با همون قدرتش داره همه این صحنه ها رو میبینه، ته دلش فریاد میکشه اما هیچ کمکی از دستش بر نمیاد. دنی هم میره جلو که میفهمه اسلحه‌اش خالیه و اندی از همین فرصت استفاده میکنه. میاد بیرون، حالا موفق میشه با هیپنوتیزم به دنی بگه که سر جاش بمونه و بیفته زمین. بعدم میره بالا سرش و میخواد جونش رو بگیره که یه دفعه بیلی سر میرسه و از پشت بهش شلیک میکنه و کار اندی هم تموم میشه. اما اندی قبل افتادن روشو به بیلی میکنه و با قدرت هیپنوتیزم میگه جون خودت رو بگیر. دنی میدوه که جلوشو بگیره اما دیر و کار بیلی همینجا به پایان میرسه. دنی حالش بده که یه دفعه ابرا کنارش ظاهر میشه و میگه این وسط من هنوز کرودادیو ندیدم. یه دفعه جیغ میکشه توی واقعیت به خودش میاد. میبینیم که کرودادی اومده بالا سرش و بهش داروی تزریق میکنه و اونو با خودش میبره. در حالی که دارن خونه خارج میشن هم میبینیم که جون پدر ابرا رو هم گرفته. وقتی ابرا چشماشو باز میکنه هوا تاریکه و تو ماشینی که کرودادی بسطش. سعی میکنه با قدرتش بدنی بگه کجاست اما به خاطر دارو نمیتونه دیگه از قدرتش استفاده بکنه. دنی میبینیم که توی خونه نشسته و حالش افتضاحه. هرچی سعی میکنه که بتونه از قدرت شاینینگ خودش استفاده کنه نمیتونه چون خیلی استرس داره. از طرفی هم به خاطر مرگ دوستش بیلی اعصابش داغونه و نگاهش به بطری مشروب میخوره. برای آرامشونو برمیداره اما به خودش میاد و شیشه رو میشکنه و یه بار دیگه تلاش میکنه و این بار موفق میشه که خودش رو کنار ابرا ظاهر بکنه. متوجه میشه که کرودادی ابرا رو با کمربند ماشین بسته در حالی که خودش کمربندی نداره. اینو به ابرا میگه و ابرا هم که حالا خیلی انرژی بیشتری گرفته یه بار دیگه قدرتش استفاده میکنه و این بار فرمونو میچرخونه و ماشین تصادف میکنه. تصادفی که درجا جون کرودادیو میگیره و میبینیم که یه بار دیگه هم روز با قدرتش اینجاست و این صحنه رو میبینه اما بازم نمیتونه به روسش کرودادی هیچ کمکی برسونه. اما برای انتقام تمام قدرتهایی که از قربانی های بعدی مونده رو به خودش وارد میکنه تا بتونه بره سراغ این دو نفر. هوا روشن شد و دنی بالاخره خودش رو به ابرا میرسونه و دوتایی با ماشین راه میافتن. ابرا این پرسه کجا میریم و دنی میگه که قدرت روز خیلی زیاده، نمیتونیم تنهایی پسش بر بیاییم. میخوام اونو به هتل اوورلوک برسونم. اونجا جایی هستش که اگه بهش برسیم شاید بتونیم از کسی کمک بگیریم. این وسط بالاخره مادر ابرا هم بهش زنگ میزنه و انگاری مسافرت بوده و تازه برگشته و با جنازه همسرش روبرو شده. خیلی هم ترسیده و ابرا بهش میگه دوستت دارم و تلفن رو روش قطع میکنه. بالاخره به هتل میرسن. ابرا توی ماشین میمونه و دنی تنهایی پیاده میشه و بعد از سالیان سال بالاخره به این هتل وارد میشه. اولام ژنراتور و تمام گازهایی که تو اتاق بخارن رو فعال میکنه و میره داخل. حس خوبی نداره و بعد گشتن به اتاق میرسه که سالها پیش توی اون پدرش به مادرش حمله کرده بود. در آخر به قسمت بار این هتل میرسه، جایی که قبلا پدرش جک میشست و با یه روح خیالی صحبت میکرد و مست میکرد. حالا دنی هم یه نفر جلوی خودش میبینه که لیوانش رو پر میکنه. شروع به صحبت میکنه و میگه بعد اون اتفاقا من و مادرم رفتیم به شهر فلوریدا به خاطر اینکه حتی نمیتونستیم برف رو تحمل کنیم و مدام باعث کابوسمون میشد. وقتی 20 سالم شد مادرم جونش رو از دست داد و اون لحظه دیدم که تمام صورتش پر از یه سری حشره سیاه شده و خیلی ترسناک. بارتندر میگه لیوانتو سر بکش اما دنی میگه قبل از اون باید به این داستانها گوش بکنی چون دارم در مورد همسرت وندی صحبت میکنم. بالاخره چهره بارتندر رو میبینیم و این فهمیم که همون پدر دنی یعنی جک. تو فیلم قبلی با ایدئولوژی های این مرد آشنا شدیم. به پسرش دنی میگه که تو و مادرت فقط وقت منو میگرفتید. آره برام خیلی تفریح خوبی بودید اما واقعا
نمیتونستم دیگه تحملتون بکنم. تنها درمونش هم این بود که مست بکنم. اون موقع همه چیز فراموش میشد. کاری که تو هم الان باید انجام بدی. اما دنی بازم گوش نمیده و همین لحظه جک عصبانی میشه و لیوان رو پرت میکنه و یه رفعی ناپدید میشه. ابرا با قدرتش کنار دنی ظاهر میشه و میگه حس میکنم روز نزدیکه. برای همینم دنی سری میاد و ابرا رو با خودش میبره داخل. لحظاتی بعدم میبینیم روز به همین هتل میرسه. با ورودش هم همون خونهایی رو میبینه که دوباره از آسانسور بیرون میان. بالاخره به لابی میرسه و میبینه که دنی و ابرا بالای پله ها وایسادن و دنی تبر دستشه. دنی به ابرا اشاره میکنه و چشمای جفتشون سفید میشه که با قدرتشون روز خودش رو توی مارپیچ یخ زده همین هتل میبینه. شروع به دنبال کردن ردپاها میکنه که جایی با دنی روبرو میشه. حالا ابرا با قدرت و سرعت زیادی از پشت میاد و چند تا ضربه به پاهای این زن میزنه. جمله ای هم که روز به اون پسر یعنی تلور گفته بود و به زبون میاره. اینکه درد و ترس باعث میشن روح آدم خالص تر بشه. یه دفعه همه چیز ساکت میشه و روز تمرکز خودش رو جمع میکنه و با قدرتش موفق میشه حرکت بعدی ابرا رو پیش بینی کنه و اونو یه دفعه گیر میندازه. به ابرا میگه که منم وقتی سنم کمتر بود شبیه تو بودم تا اینکه فرقه تورونات سر رسید و بهم یه هدف برای زندگی دادش. حالا متوجه میشه که دست و پا زدن ابرا انگاری الکی و فیکن و داره ادا در میاره. همین لحظه هم میبینیم از پشت سرش یه جعبه داره سمتش میاد. روز یه دفعه میفهمه که همه اینا یه توهمن و انگاری توی ذهن دنی هم شکل گرفتن. فریادی میکشه و با قدرتش چشماشو باز میکنه که میبینه توی لابی هتل و تمام اینا توهمهایی بودن که دنی و ابرا با قدرت بهش دادن. ابرا سری پا به فرار میذاره اما دنی با تبرش وامیسته و به ابرا میگه که برو یه قایم شو. روز میاد سمت دنی و بهش میگه که تو هم قدرتت خیلی زیاده، فقط چون سنت بالاست خیلی میتونی کم ازش استفاده بکنی. بیا شبیه من شو، با قدرتی که با هم دیگه داریم میتونیم کل دنیا رو فتح کنیم. دنی بهش میگه که انقدر الکی امید نداشته باش، تو تنها بازمونده فرقتونی و هیچ کاری از دستت بر نمیاد. اما روز میگه که کی گفته من تنهام؟ این افرادی که دیدی و جونشون رو گرفتی فقط یه قسمت خیلی کوچیکی از فرقه توروناتن. دنی سعی میکنه ضربه بزنه اما روز تبر رو ازش میگیره و با یه ضربه اونو پرت میکنه پایین لابی. بعدم میره سمتش و سعی میکنه که روح دنی رو وارد بدن خودش کنه، اما با ذره اول تمام خاطرات وحشتناک دنی رو میبینه. اتفاقاتی افتاده بود، روحای توی این هتل، حمله پدر با تبر و انقدر اینا ترسناکن که خودش یه لحظه فریاد میکشه. حالا به دنی میگه تو تنها نیستی، وجود بقیه رو حس میکنم. و ببینیم که دنی از توی ذهنش در تمام جعبه هایی که اونجا گذاشته رو باز میکنه. وقتی روز به واقعیت برمیگرده میبینه روح همه کسایی که قبلا اینجا بودن دور و برشن و بهش حمله میکنن. روحای گشنه‌ای که دنبال قدرت و روحن و خیلی سریع تمام چیزهایی که توی بدن روز مونده رو وارد خودشون میکنن. حالا روز از بین رفته و دنی سعی میکنه روحا رو به جعبه ها برگردونه، اما قدرتش کم و اونا قبلتر از اون بهش میرسن و شروع به تغذیه از روحش میکنن. ابرا همچنان داخل هتل داره فرار میکنه که یه رفعی دنی و جلوی خودش میبینه. دنی که یه تبر دستشه و حالش اصلا دست خودش نیستش. میفهمه که دنی هم انگاری تسخیر شده و سری پا به فرار میذاره و وارد یکی از اتاقها میشه که میبینیم اتاق شماره 237. توی وان حموم هم نگاهش به همون زن وحشتناک میفته که قبلا اینجا ساکن بودش. حالا یه دفعه یاد چیزی میفته و به دنی میگه که چرا وقتی اومدیم اینجا اول از همه وارد اتاق بخار هتل شدی؟ دنی میاد جلو، تبر رو میبره بالا، اما لحظه قبل از ضربه زدن به خودش میاد. سری به ابرا میگه که پا به فرار بذار، فقط از هتل خارج شو، من تا جایی که بتونم جلوشون رو میگیرم. ابرا از هتل میره بیرون. دنی هم در حالی که داره با روحایی که وارد بدنش شدن میجنگه وارد اتاق بخار میشه. دستگاه‌ها به هم میریزن و یه دفعه تمام اینجا آتیش میگیره و دنی مادرش وندی رو میبینه که میاد سمتش و اونو در آغوش میگیره. سکانس بعد میریم پیش ابرا. معلوم نیست چقدر قضیه گذشته، ولی توی اتاقشه و دنی کنار پنجره وایساده. به خاطر اتفاقاتی که افتاده و در خطر قرار دادن جون ابرا ازش معذرت خواهی میکنه. ابرا هم میگه که من خودم خواستم اون کارو انجام بدم. و از دنی میپرسه به نظرت روز آخرین فرد فرقه خودشون بود؟ و دنی هم میگه فکر نمیکنم اینطوری باشه. دنیا کلا جای تاریکی و از این آدما خیلی زیادن. ولی از اون طرفم آدمای خوبی شبیه تو خیلی زیادن. باید شما خوبها با هم یکی بشید تا بتونید مقابل تاریکی ها وایسید. بعدم به ابرا میگه که من قبلا بهت گفتم قدرت شاینینگ تو پنهان کن تا نتونن پیدات بکنن. اما الان میگم به نظرم بذار آزاد باشه، باهاش پرواز کن و نهایت خودت رو به نمایش بذار. مادر ابرا وارد اتاق میشه و میبینیم که هیچ کس غیر ابرا اینجا نیستش. یعنی روح دنی بوده که باهاش حرف میزده. از دخترش میپرسه با کی حرف میزدی و ابرا هم میگه هیچکی. اما یه دفعه اتاق میره بیرون و مادرش میگه دروغ گفتم، داشتم با دنی صحبت میکردم، یه وقتم با بابا صحبت میکنم. جای جفتشون خوبه و وقتی از دنیا میرن خیلی زندگی بیشتری جلوی روشونه. مادرش هم لبخندی میزنه و انگار دیگه قدرت‌های دخترشو باور کرده و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. چیزی که باید تا الان متوجه شده باشید اینه که کلن تم سری فیلم شاینینگ و دکتر اسلیپ خیلی به الکل ربط داره. به روایتی استفان کینگ خیلی میاد در مورد اعتیاد توش صحبت میکنه و همونطوری که تو قسمت قبلی هم گفتم خودش میگه که من بخشی از خودم
خودم رو توی این فیلم ها خالی کردم و از خودم انگاری آدم ها رو ساختم، که خب میشه به روایتی گفت شاید استفان کینگ خودش هم با این جریان اعتیاد خیلی درگیر بوده. توی شاینینگ خب ما پدری به اسم جک رو داشتیم که به خاطر همون مس کردنش به جون خانواده‌اش میافتاد و کارهای وحشتناک رو انجام میداد. توی این حالا ما یه پسری به اسم دنیو داریم که تمام صد خودش رو میذاره تا بتونه باهاش مقابله بکنه و به یکی مثل پدرش تبدیل نشه. خیلی هم دیدگاه جالبیه، مخصوصا که چند بار میشنویم که همون فرقه تورونات از این صحبت میکنن که آدمهای جدید دیگه قدرت شاینینگشون زیاد نیستش، به خاطر تکنولوژی، به خاطر اعتیاد، به خاطر خیلی چیزهای مختلف نمیتونن از صد ذهن خودشون استفاده بکنن و برای همینم روحهاشون ضعیف شده. همینم در واقع آخرش باعث میشه که دنی بتونه از ذهن خودش استفاده بکنه، چون یه بار دیگه با اعتیاد خودش مقابله میکنه و سمت الکل نمیره. تم جالبی و به نظرم همین کلا این سری فیلمو خیلی خاصش میکنه. پایان بندیش هم که خب مثل شاینینگ طوری بود که به نظرم میتونه یه نسخه دیگه داشته باشه و شاید در آینده شاهدش باشیم در مورد حالا اعضای دیگه که از این فرقه باقی موندن، ابرایی که بزرگ شده باشه و حالا قبلا دیدیم که دنی با اون روح سرآشپزه صحبت میکرد، حالا تو قسمت بعدی میتونه ابرا با روح دنی صحبت بکنه و این چرخه میتونه ادامه پیدا بکنه. چیزی هم که به نظرم خیلی نبوغ استفاکینگ رو توی این فیلم نمایش میذاره شخصیت‌های زیادشه. ما آدم‌های مختلفی می‌بینیم که تقریبا تا یک سوم اول فیلم اصلا ارتباطشون با هم دیگه درک نمیشه، تا اونجا که می‌بینیم دنی روی دیوارش چیزی نوشته شده و ابرا اون رو نوشته. این اولین ارتباطیه که بین اینها شکل میگیره. تا قبلش یه سری آدم رندوم داشتیم که نمی‌دونستیم نقششون چیه، چه رسالتی یا قراره توی این سری فیلم ایفا بکنن. به هر حال فیلم قشنگیه، امیدوارم خوشتون اومده باشه. پیشنهاداتون رو بنویسید، لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم، روزتونم گلسی.